با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا میدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. عکس‌های جنجالی مهناز افشار در حالت مستی. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. عکس‌های جنجالی مهناز افشار در حالت مستی. آیا او مسیر ریحانه پارسا را پیش می‌رود؟ عکس های منتشر شده از مهناز افشار، بازیگر مشهور کشورمون، با ژست های عجیب و جنجالی سوژه رسانه ها شده و حالا خیلی از کاربران در فضای مجازی با مقایسه او با ریحانه پارسا در حالت مستی اصرار کردند که مهناز افشار در حالت مستی این عکس رو از خودش گرفته و راه بچگانه ریحانه پارسا رو پیش گرفته. بسیاری از کاربران و منتقدان مهناز افشار گفتند از خانم افشار بعید بود که اینطوری ادا اطوار در بیاره و این عکساشو در حالت مستی به اشتراک بذاره. البته مدتی پیش هم خانم سحر زکریا، یکی از بازیگران مشهور کشورمون، با حمله تند به خانم افشار نوشتند یادمون نمیره قیمت انگشتر ازدواجتون چقدر بود و به چیزهای دیگه اشاره نمی کنم. شرافت رو یاد گرفتم. حالا بگذاریم. شما چطور فعال سیاسی شدید با اتفاقات گذشته؟ البته ما این گونه هنرمندان کم نداشتیم، مثل آقای مخمل باف. و سوال من اینه، شما در ایران تشریف دارید؟ گرفتاری‌های ما مردم رو میدونید خانم افشار؟ اینم صحبت‌های خانم سحر زکریا در خصوص مهناز افشار بود که البته مهناز افشار باز هم به سوالات خانم زکریا هم جواب ندادند. اما آیا واقعا به نظر شما مهناز افشار راه ریحانه پارسا رو در پیش گرفته؟ اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به حاشیه‌های جنجالی این روزهای ریحانه پارسا و آیا به نظر شما مهناز افشار مثل ریحانه پارسا انقدر جنجال برانگیز میشه و این حواشی رو به وجود میاره یا نه؟ لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. ریحانه پارسا در جدیدترین حرکت جنجالی خودش بازم سوژه رسانه‌ها شده. ریحانه پارسا با همکاری رسمی مجید کاظمی خواننده شده. ریحانه پارسا با نقش آفرینی و خوانندگی در موزیک جدید مجید کاظمی حسابی جنجالی به پا کرده که البته این آهنگ زیاد هم بد نیست و میتونید برید گوش کنید. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به حاشیه های جنجالی ریحانه پارسا و فحاشی ریحانه پارسا به مردم و همچنین جنایت پدر ریحانه. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. ریحانه پارسا با انتشار یک ویدئوی کوتاهی به هواداراش و مردم توهین کرد و گفت اونایی که به هم دایرکت میدید و میگید ریحانه جان، ریحانه و کوفت، ریحانه و درد، ریحانه و مرض، چی رو میگید ریحانه جان؟ ریحانه کیه؟ من دیگه ریحانه نیستم، منو به اسم جدیدم صدا کنید. مرض، کوفت، درد، یعنی چی بهم میگید ریحانه؟ ریحانه پارسا این روزها حسابی قاطی کرد و زده به سیم آخر و در کنسرت سوگن در استانبول هم حضور پیدا کرده بود، البته با لباس جنجالی و آلبالوهاش که حسابی با هواداراش در حالت مستی عکس می گرفت و خلاصه بعد از اینکه هواداراش باش عکس گرفته بودن و میخواستن برن، حالا دیگه ریحانه دست بردار نبود و خیره شده بود به دوربین اونا. بابا ریحانه جون کم بزن، کمی مواد کوفتی رو استفاده کن. ریحانه پارسا که مشکلات روحی داشت، حالا این روزا به مشکلات روحیش بیشتر اضافه شده و با مصرف کردن مواد کلن زندگی خودش رو باخته و اگر بخواد اینطور پیش بره شاید دیگه ازش چیزی باقی نمونه. ریحانه پارسا این روزها به مرگ تدریجی خودش بیشتر کمک میکنه و داره یه جورایی غرق و غرق‌تر میشه. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به ادعای عجیب ریحانه پارسا در مورد پدرش
با سرنوشت عجیب و غریبش که به گفته خود ریحانه اگر میمون داخل کشور قطعا سرنوشت ناخوشایندی داشته که البته بعید به نظر میرسه. لطفا تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. ریحانه پارسا خبر از این داده که وقتی تو ایران بوده از پدرش کتک میخورده و اگه تو ایران میمونده به سرنوشت بابک خورندین دوچار میشده. ریحانه پارسای قبلی یا همون دیبا پارسای فعلی الان ادعا کرده که کلن دیگه براش مهم نیست که کی راجبش چه فکری میکنه، چه دوست باشه چه خونوادش، مهم اینه که خودش داره از زندگیش لذت میبره و میخواد کلن یه زندگی جدیدی رو برای خودش دست و پا کنه. ریحانه پارسا حتی در یکی از استوریاش اشاره به این کرده که حتی فوت خانواده‌اش هم براش مهم نیست و نوشته من خانواده‌ام برام مهم نیست. مهم نیست بمیرن. اهمیتی برام نداره. انقدر قصه های پرقصه خیالی از این بنده خداها نسازید. دارن زندگیشونو میکنن. خانواده چیه؟ خانواده کیه؟ انسان تنها آفریده شده. تنها متولد و تنها میمیره. سناریوی احترام به اتمام رسید و الان دیگه قضیه برای ریحانه پارسا فرق کرده و علاقه نداشتن به خانواده‌اش تبدیل براش به یک حس متفاوتی به نام تنفر مخصوصا از پدر و مادرش شده. اما چه عاملی باعث ایجاد تنفر ریحانه پارسا از پدر و مادرش شده که ریحانه رو به مرحله رسونده که بخواد از پدر و مادرش انتقام بگیره؟ در جواب این سوال باید به استوری ریحانه پارسا که تصویری از دایرکت یکی از فالوورهای ریحانه در جواب استوری قبلی ریحانه است بپردازیم که گفته شده خوبه که جدا شدی از خانوادت وگرنه به سرنوشت بابک خرمدین گرفتار می شدی، که ریحانه پارسا با منتشر کردن این در قالب یک استوری می نویسه زمانی که اون فاجعه اتفاق افتاد یاد کتک های بابام افتادم. ریحانه در ادامه می نویسه دقیقا با خودم گفتم که ممکن بود این اتفاق برای منم بیفته. اگر من در ایران مونده بودم منم به سرنوشت بابک و خواهرش دچار می شدم و بابا منو می کشت. ریحانه پارسا با این استوری جنایت های پدر بابک خرمدین رو به نوعی با کارهای پدرش مطابقت کرده و اعلام کرده که اگر تو کشور مونده بود الان سرنوشتش دقیقا مثل سرنوشت بابک خرمدین شده بود. اما ریحانه پارسا نگفته که پدرش تا چه حد در حد پدر بابک خرمدین بوده، چون نمونه اکبر خرمدین در طول تاریخ بی سابقه است که پدری بخواد به فرزندش تجاوز کنه، سم بده و در نهایت اونو تیکه تیکه کنه. و البته پویان مختاری زمانی که با ریحانه پارسا چپ افتاده بود یه مسائلی رو بر علیه ریحانه افشا کرد و گفته بود که ریحانه به محض اینکه رسید ترکیه من براش سوئیت گرفتم، براش همه کاراشو راستوریز کردم و تا نیمه های شبم با ریحانه عشق و حال کردم و فرداشم ریحانه با من رفت خرید کرد و برای پدرش یک کت و شلوار گرون گرفت و برای پدرش فرستادیم ایران. خب اگه ریحانه پارسا راست میگه که پدرش مثل اکبر خرمدین آدم خیلی بدی بوده و در حق ریحانه جنایت کرده و اونو خیلی اذیت میکرده، چه دلیلی داشته که ریحانه به محض اینکه به ترکیه برسه براش بره کت و شلوار اونم از نوعی گرونش بگیره و بفرسته ایران؟ و نکته دیگه این که ریحانه پارسا همین چند روز پیش با انتشار یک استوری نوشت که دلش برای خونه و خانوادش تنگ شد و تقریبا یک سال میشه که تو همچین روزی از خونه و خانوادش دور شد و جدا شد و به ترکیه مهاجرت کرد و الان از کارهای گذشتش به نوعی پشیمونه و الان هم که اعلام کرده کلن تغییر هویت داده و میخواد برای خودش یک زندگی جدیدی رو شروع کنه و هیچ کس و هیچ چیز براش مهم نیست و کلن اسمش هم تغییر داده و از ریحانه تبدیل شده به دیبا جون.
ریحانه پارسا حالا پس از مهاجرتش به ترکیه حاشیه‌هایی برای خودش درست کرده و یکی از جنجال‌ترین حاشیه‌هاش در ابتدای ورودش به ترکیه دیدار با امیر تتلو بود که رفته بود پیش تتلو. البته نه امیر تتلو نه ریحانه پارسا هیچ کدوم این خبر رو تا این لحظه رسانه‌ای نکردند. انتشار این خبر هم توسط یکی از دوستان بسیار نزدیک و صمیمی امیر تتلو منتشر شده بود. دوست تتلو که برای چند دقیقه با انتشار یک استوری از دیدار ریحانه پارسا و امیر تتلو در پیج اینستاگرامش با اونها تبریک گفته بود و البته پس از چند دقیقه این استوری خودش رو در پیجش حذف کرد و در این استوری خطاب به امیر تتلو نوشته بود: داداش تو خسرو آواز ایران هستی و با ریحانه کنار هم خوشبخت بشی. این در حالی بود که ریحانه پارسا پس از خروج از کشور و اقامتش در ترکیه چند استوری از آهنگهای امیر تتلو رو در پیج خودش منتشر کرده بود. مهاجرت ریحانه به ترکیه باعث شد او از خودش ریحانه دیگه بسازه و دیگه اون بازیگر محبوب کشورمون نباشه. البته ناگفته نمونه که ریحانه قبل از خروج از کشور هم تغییرات آنچنانی کرده بود و با ازدواجش با مهدی کوشی حسابی سر زبون ها افتاده بود و جنجال به پا کرده بود. البته با ازدواج سفید. ریحانه در اکثر لایف هاش سوتیان نمی زد و همین مسئله باعث جذب فالوورهای بیشتر اون شده بود و به شهرت زیادی رسید و اعلام کرده بود که می خواد پورن استار بشه، که بعد با منتشر کردن یک استوری اعلام کرده که پشیمونه که میخواد پورن استار بشه و قصد نداره پورن استار بشه. اما در حقیقت اگر اسم ریحانه پارسا رو سرچ کنید، ریحانه پارسا به عنوان یکی از پورن استارهای موفق در سایت های پورن استار معرفی شده.